سلام نیلوفر. سلام آرمین، حالت خوبه؟ خوبی؟ مرسی، شما خوب هستین؟ مرسی، ممنون، زنده باشی. امیدوارم که بچه هم خوب باشن توی لایو. من راستش یعنی یه صحبت با میلاد داشتم، حالا اگر خودش بود صدای من خوب میاد یا نه؟ یه ذره قطع شد، دوباره درست شد، بگو. اوکی، راستش من در مورد این که خودم حالا توی صحبتام از مغلطه استفاده میکنم زیاد هنوز بلد نیستم، اگر استفاده کردم منو تصحیح کنید، من واقعا عذر میخوام. فقط میخواستم از میلاد بپرسم که آیا میلاد این ادعا رو داره که مسیح از خود اصلاح طلبه اومده بالا، حالا توسط حکومت براش نقشه کشیدن که با این هزینه سنگین این آدم باباییو انجام بدن؟ یعنی خب برای من هنوز حل نشده، حالا اینکه اگه مسیح و تمام فعالیتاش حالا همسوی اصلاح طلبا بوده و الان خود اصلاح طلبا یا همون حکومت میخواد که نقشه دزدی و حالا توی ایران هم که خب سرانجام حتما اعدام هست اینو براش بکشن، خب چرا اجازه دادن که حالا این همه صداش بزرگ بشه، بتونه صدای مادرای دادخواه بشه، بتونه این همه در مورد حق پوشش زنا توی ایران حرف بزنه؟ میلاد داشت نبود، میلاد داشت فکر کنم این بود که قبلن اصلاح طلب بود، نمیگفت که الان که هست. خب نه، میگه که به خاطر این که اصلاح طلب بوده و یه سری لینک داشته و به چی میگن، به میمنت وجود اونا تونسته به این جایگاه برسه. یعنی واقعا هزینه هایی که مسیح داده اینا هیچ برای هیچ کس معلوم نیست. برادر بیگناهش الان بهش حکم زندان دادن، خودش توی واقعا یکم من متوجه نمیشم، حالا خودت از کلمه حسودی استفاده کردی، فکر میکنم واقعا حسودیه. و خب حالا من خودم به شخص اصلاح سلطنت طلب نیستم، ولی خب پس آشتی ملی چی؟ پس اینکه حالا یه صحبتی کرده بودن شاهزاده در مورد اینکه این از روی خود متن میخونم، و آغوشمان به روی کسانی که جبهه دشمنان ملت را ترک میکنند و به ملت میپیوندند گشوده است. خب اصلا ما یه نفر این همه تکرار کرده در مورد اینکه من توی گذشته اصلاح طلب بودم و مثل تمام من خودم خانواده‌ام حالا خواهرام منظورمه اصلاح طلب بودیم، حمایت می‌کردیم از میرحسین موسوی یا خاتمی. خب الان شما باید عمل، یعنی اون تایم منو، اون عمل کردن اون زمان منو بذارید به پای الان و منو هیچ وقت برانداز نبینید. بعد مسیح این الان صدای این همه مادر دادخواه فراموش شده است، کدوم رسانه داره بهشون صدا میده؟ من معذرت میخوام، صحبتم طولانی شد. من میلاد میارم بالا، خودش جواب بده. گاردز نوور میارم بالا، اتفاقا من وقت میشه یه دستشویی کوچیکم برم، هم گاردز نوور میارم بالا هم گاردز نوور. خودت میت کن برای اینکه صدات خشخش داره. خب میلاد، گاردز نوور، نیلوفر درباره این موضوع صحبت کنیم، من الان برمیگردم. باره پروژه شده بکن سریع بیا، من مایکم رو روشن نمی کنم به این دلیل که اون دفعه که الان باز نگاه کردم صدام خیلی بد بود. ببخشید میکروفون تصویرم رو اینه باز نمی کنم، وبکم هم روشن نمی کنم. ببین نیلوفر جان، من نکتم سر این بود که ببخشید میلاد یکم با من یکم کلمه های ساده و آسون استفاده کن، چون وقتی از اصطلاحاتی که حالا باید قبلش توضیح داده بشه من شاید اشتباه هم برداشت خودم رو داشته باشم. خیلی صریح و ساده با من صحبت کن در مورد اینکه شما هنوز دارید آیا مسیح علی نژاد رو به پای چوب گذشتش میزنی و گذشته که اگر حالا 2 سال 5 سال 10 سال درگیرش بوده الان برای چندین سال ازش چی میگن جبران کرده، جبران کاراشو کرده. نه، من نکتم سر اینه که ببین دو تا نکته هست. اولا مسیح علی نژاد، ما باید تاریخ رو درست بخونیم، از نقطه درستش به نظرم تحلیل بکنیم. یه فردی مثل مسیح علی نژاد اگر مطرح شد، چهره جهانی شد، به دلیل این بود که به بخشای از حکومت وصل بود. الان نیست، در نقطه آغاز به هر صورت ایشون رانت هایی داشت، افرادی که از داخل ایران براش فیلم میفرستادن اگر دستگیر میشدن احکامی میگرفتن که قابل شک شدید نه این احکام. خب این فیلم ها، این فیلم ها برخلاف چیز تبلیغی بود که خود جمهوری اسلامی میخواست. یعنی دارید میگید که نیلوفر جان ببین، حکومت میگه که وقتی
تو سربالایی اسبا همدیگر رو گاز میگیرن. حکومت جمهوری اسلامی از روز اول به دلیل عدم مشروعیت بین خودشون نزاع بوده. تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم دائما شما از روز اول خرداد 60 که نگاه بکنید که جمهوری اسلامی متولد میشه تا امروز دائما بخشایی از حکومت دارن ریزش میکنن. اینا بین خودشون اختلاف، همه دیکتاتورها همینجوری هستن. من نکتم سر اینه که همون موقعی که ما تو فضای سیاسی ایران نخبگانی داشتیم تو سال 70 که جنبش دوم خرداد را افتاد، مبارزه میکردن برای حق زن، مبارزه میکردن برای لغو حکم سنگسار، برای لغو حکم اعدام، برای لغو حجاب اجباری، مسیح علی زاده موقع بخشی از حکومت بود و علتی که یک عده از داخل ایران جرأت میکردن برای مسیح ویدیو بفرستن این بود که میدونستن اگه دستگیر بشن یه سال حکم میگیرن، دو سال حکم میگیرن، مرخصی میگیرن، بعدش فرار میکنن میان خارج از کشور. الان ببین شاپرک شجری زاده کجاست؟ شاپرک شجری زاده رفیق منه، من برای همین جرأت میکنم اسمشو بیارم. اگر شاپرک شجری زاده وصل به جریانات اصلاحات نبود، اگر دختر کرد تجزیه طلب کمونیست بود، همون ویدیو رو برای کمال فرستاده بود، الان تو خاوران دفنش کرده بودن. این تفاوت. من نکتم سر اینه. الان کارش دمش گرم. از رانتی که داشت، خیلی همین کارم نمی‌کنن. از رانتی که داشت استفاده کرد در جهت اینکه صدای مردم باشه. ولی ما باید اینو ببینیم که ما در فضای سیاسی، الیت سیاسی، نخبه سیاسی که نداریم، تاریخ مبارزه برای لغو حکم حجاب با مسیح علیزاده آغاز نشد. اون موقع که ایشون برای خاتمی دلبری ایشون امتداد داد، ایشون روش پافشاری کرد، ایشون بولترش کرد. زمانی که شاید ما به خاطر یه سری حوادث اینا رو میذاشتیم توی حاشیه، ایشون بازم پیگیری میکرد، بازم تلاشش رو میکرد که ببین نگاه کن، شما دارید سعی میکنید میگید اوکی آره مسیح الان داره یه کارای خوبی میکنه، باشه موافقم، ولی چرا من باید گذشتش رو فراموش کنم؟ نه من نمیگم ببینید شما دارید در مورد کسایی میگید که یک سال دو سال حالا شاید رفته باشن زندان و مرخصی گرفته باشن اومده باشن بیرون. خیلی ها هستن که شاید بعد از اون قضیه زندگیشون نابود شده باشه و خب این راه فراری که شما دارید در موردش حرف میزنید نداشته باشن، چون سرانجامشون بدتر از اون کسی باشه که حالا با یه فیلم فرستادن از توی کرمانشاه یا سنندج هر جایی که این اشخاص کرد هستن، شاید سرانجامشون محکوم به اعدام میشده، ولی خیلی هم هستن که خب شاید زندگیشون رو از دست دادن بعد از اون فیلم فرستادن. نه من مطمئنم هزینه دادن، اصلا کارشو جاری کردن. نه شما دارید میگید اوکی نگاه کنیم، برگردیم از اول. مسیح به خاطر رانتایی که داشته، به خاطر لینک هایی که داشته، تونسته فیلم‌ها رو بیاره توی دنیا تبلیغ کنه، کتابشو چاپ کنه، تبلیغ کنه، توی همه رسانه‌ها بره، با هر زبانی صحبتاشو ترجمه کنن، و فقط به خاطر وجود رانتی که داشته. و خب الان حال نکردن باش و خب نقشه روبایش و ترور و اینجور چیزاشو کشیدن. اصلا منطقی نیست. چرا جمهوری اسلامی باید به یه درختی، به یه نهالی آب بده که قرار بعدن نمیدونم خودشو بزنه؟ جمهوری اسلامی ببین طیفای مختلف سیاسی، نظرات مختلف، گرایشات مختلف، جنبش‌های مختلف داخل خود جمهوری اسلامی هستن. اینا لزوماً با هم موافق نیستن، با هم تضارع آرا هم پیدا میکنن. تو اصلاح طلب و سیاستی که مثلا نسبت به رابطه با غرب دارن، با سپاه پاسداران یا اون بخش سخت حکومت رو اگه نگاه بکنیم، میبینی اینو با هم در تضاد دارن. یه جمهوری اسلامی یه شاکله یه پیکر که نیست. نگاه کنید میلاد، من به عنوان یه دختر که اونجا زندگی کردم، الان 4 سال دیگه اونجا نیستم، خب آزادی یواشکی ما زندگی میکنیم، میکردیم و الان دارن زندگی میکنن با آزادی یواشکی. خب چیزی بود که توی صفحه های اجتماعی شخصی هر کسی بود، ولی خب این اینجوری نبود که یه نفر بیاد اینا رو همه رو جمع‌آوری کنه، بهش رسمیت بده، یه صورت به صورت کلی درش بیاره. نه بود. اجازه بده من این دکتر رو بگم. شما فکر نکن که
مسیح اومد اولین بار این کارو شروع کرد. اتفاقا وجود داشت. من حرف من تمام من همین بوده. آزادی یواشکی به واسطه این چیزایی که براش فرستادن، نه من میخوام بهت بگم که اینا بوده، این چیزا از این آزادیایی که ما خواستارش هستیم اینا بوده. این چیزی نبوده که مسیح به خاطر اینکه چند تا فیل براش فرستاده شدن خب حالا شده اینی که الان هست. ببین مسیح اومد اینا رو پررنگ کرد، این قضیه فرق داره. نکته ببین، من حرفم اینه که حتی اگر موفق شد پررنگ بکنه این مبارزات رو، به دلیل این بود که ایشون میتونست دسترسی داشته باشه به رسانه ها و ایشون میتونست فراخوان بده از داخل ایران براش ویدیو بفرستن. این قابلیت رو کسانی که قبل از مسیح علی‌نژاد در رابطه با حقوق زن داشتن مبارزه میکردن نداشتن، به این دلیل که رانتای حکومتی نداشتن، به این دلیل که اگر یه فردی ارتباط میگرفت با مثلا جریانات سلطنت طلب، من چون خودم حالا چپ هستم، بذار این رانت حکومتی چیه میلاد که میگی؟ رانت حکومتی همینه که من دارم بهت میگم. نیا کن شاپرک شجریزاده رو وقتی گرفتن بهش 20 میلیون بهش چند سال حبس دادن و یک وثیقه براش بریدن، ایشون وثیقه رو گذاشت اومد بیرون، تونست فرار کنه بره ترکیه. ما همین الان یک زندانی سیاسی داخل ایران داریم به نام سهیل عربی که یک روز نزدیک 10 سال زندان، یک روز نیومده مرخصی حتی با وسیله. میدونم چرا از سهیل عربی استفاده میکنی الان توی این بحث. نه من میخوام تفاوت رو بفهمی. نه تفاوت با زندانی سیاسی ها با هم فرق میکنن. تفاوت رو با مثال دیگه بزن، خواهش میکنم، همه چی نچسبون به هم. فرق میکنه، فرق داره. آتنا دائمی الان آتنا دائمی بهش یک روز مرخصی نمیدند. مرخصی که نمیدن علاوه بر این که به اون احکام قبلیشو بهش دادن، شلاق هم میبندن بهش. ولی مثلا یک کسی مثل شاپرک شجریزاده تونست بیاد بیرون و بعد فرار کنه بره ترکیه، الانم کاناداست. من شاپرک رو خیلی دوستش دارم، برای کارشم ارزش قائلم، ولی تفاوت هست بین شاپرک و سهیل عربی. من میخوام این تفاوت رو شما متوجه بشید. ما چرا داریم رقابت میکنیم که حالا کی اول بوده کی همه اینا امیدوارم موفق بشن، همشون موفق بشن، خب خوبه دیگه. هدف باید آزادی ایران هر کدومش ولی... اگه یکی اگه مثلا یه دفعه نیلوفر یه دفعه فردا یه کاری کرد که از مسیح علی نژاد معروف تر شد ولی هزینه بود برای جمهوری. ببینید مثلا فرض کنید من 15 سال دارم کار کردم، خب، و ولی نیلوفر یه روز یه کاری کرد با یه دلیل یه امتیازایی داشته، کار نمیدونم یه جوری باعث شد که یه کاری کرد فردا که از 15 سال کار من بیشتر ضربه زد مثلا به جمهوری اسلامی و همه با کار روشن فکری و اینا از همش بیشتر بود. این ما باید ناراحت بشیم که حالا چرا من این همه کار کردم نتیجهش به اندازه نیلوفر نبوده؟ خب خوشحال باید باشیم که چقدر عالی که نیلوفر، خب من باید برای نیلوفر خوشحال باشم بالاخره. بله، تاثیرش تاثیر مثبته. منم که مخالف نیستم، منم دارم میگم دمش گرم، بک‌گراندش اینه، ولی الان نمیگی دمش گرم، اجازه بده کوبیو میگی دمش گرم، این فرق داره. این کوبیدن شما بالاخره باید در هر پوزیشنی هست باید بک‌گراندش شما بدونی از چه نهله‌ای سیاسی اومده. اوکی باشه، حالا اجازه بدید من این نکته بگم. اوکی من دوباره برگردم به این بحث. من یه نکته فقط بگم نیلوفر جان، آشتی ملی چیه؟ پیمان نوین چیه؟ آشتی ملی چیه؟ آقا تا کجا ما باید حالمون از همدیگه به هم بخوره سر اینکه یه گذشته اشتباه؟ آقا من دستم قبلا قرمز کردم، نمیدونم هر سبز کردم، هر رنگی چه بود، من رأی دادم، اشتباه کردم. الان چند بار دیگه باید چند نفر دیگه بیان بگن نه تو گذشته اینه که از نمیدونم رانت اصلاح طلبا استفاده کردی، نمیدونم برای خودت سعی کردی یه 4 تا لینک بخری، هر چیز دیگه. نه این قضیه درست نیست، شما دارید میکوبید و میگید نه من دارم تعریف میکنم، این اصلا راهش نیست. شما تعریف نمیکنید و اینجوری بیشتر دارید تفرقه میندازید، تفرقه رو بین افکار عمومی دارید باب میکنید. من واقعا فکر نمیکنم مثال حالا شما در مورد سهیل عربی با در مورد شاپرک این مثال درستی باشه، یا اینکه بگید که خب اصلا خب خدا رو شکر تونستن فرار کنن، تونستن از اون کشور بیان بیرون بعد از اون حکم چندین سال زندانی که بهشون دادن، خدا رو شکر. خب آقا الان این قضیه اینه، مسیح تیشه زده به ریشه جمهوری اسلامی، یکم اونا بهش رانت دادن که من اینو قبول ندارم. خب اینو شما میگید اوکی، خب الان داری میزنه بهش، داری میزنه به ریشهش، الان چه مشکلی داره؟ بگو بخ بخ نکوب فرق داره. نه اجازه بدید، هر فعال سیاسی جایی که به نفع مردم داره کاری میکنه
به قول معروف خار تو چشم دیکتاتور میکنه، به نظر من باید ازش حمایت کرد. ولی اون جایی هم که به نفع دیکتاتور کار میکنه و پشت میکنه به مردم، باید نقدش کرد. این که ما بحث بک‌گراند این فرد، چون دوستانی من اول صحبتم که این موضوع رو مطرح کردم، گفتم که یک عده‌ای که این صحبت رو مطرح میکنن غلط موضوع رو توضیح میدن، میگن که مسیح علی‌نژاد مثلا به وابسته به حکومت همین الانش هم هست، که این تحلیل غلطی. منتها این بک‌گراند رو باید دید و باید فهمید که مسیح چی شد که مسیح شد. حالا از این جهت به نظر من در رابطه با شخص مسیح علی‌نژاد برگشت به گذشتهش اهمیت داره، به این دلیل که ایشون هنوز، باز من نگاه کنید دارم میگم که نتیجه کار مسیح علی‌نژاد به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردمه و دمش گرم و باید هم ازش حمایت کرد. به هیچ وجه حق نداره جمهوری اسلامی برادرش رو بگیره، خودش رو تهدید به مرگ بکنه و غیره و غیره. منتها متدولوژی مسیح رو شما الان هم که نگاه بکنید، باز چشش به بالاست، چشش به جنبش های مردمی در نهایت نیست. ایشون مثلا در رابطه با حکومت پهلوی اطلاعات غلط میده. یه بخشی از اصلاح طلبا توی این سالهای اخیر که به خصوص بحث برانداز قوی شده، از اون جنبش دوم خرداد که معلوم شد نمدی کلا از این نمد به قول معروف کلاهی براشون در نمیاد، امروز افتادن تو کمپ طیف راست و از رضا پهلوی دفاع میکنن، حکومت پهلوی رو تطهیر میدن. و بعد جالبه اومد تو برنامه من و تو گفت چپا باید بیان عذرخواهی بکنن، همون چپایی که صدای جنبش زنان بودن اون موقع که ایشون میخوند برای مسیح، برای خاتمی آواز میخوند، مبارزه میکردن برای حقوق زن، اونا باید بیان عذرخواهی بکنن از یک کسی مثل مسیح علی‌نژاد. ویدیوش هست توی شبکه من. میخوام بگم این متدولوژی چشم به بالا، چشم به حکومت، رانتی بودن هنوز هست تو مسیح علی‌نژاد، فقط رانت تغییر کرده. تا دیروز اصلاح طلبا بودن، امروز شده پهلوی و راست پروقه. این اینو بعد نقد من فکر کنم حرف دل شما میلاد اینه که مسیح بد، ولی خب دوست ندارید توی این لحظه جدا از اشخاصی باشید که میگن مسیح کارش درسته، به خاطر همین دارید سعی میکنید توی این چی میگن، یعنی با این لفافه صحبت کنید که مسیح این گذشتهش فراموش نکنید چه ترسناک بوده، چه جنایتهایی کرده، ولی خب حالا چون الان کارش خوبه و جمهوری اسلامی میخواسته به دوزتش باشه خوبه، در کل باهاش مخالفید، ولی خب دارید در کل من با فعال سیاسی که چشش به بالاست، چشش به حکومته، چشش به پایین نیست، من مخالفم. تفاوت چپ و راست به نوعی همینه. شما پلتفرم دادید، شما صدا دادید به کسایی که دادخواه هستن، شما از جنبش دادخواهی که اصلا مال چپ و کمونیست هست، شما خب نیلو فرجا نمیدونید دیگه. اوکی حتما نمیدونستم. اوکی چون چیزی که بیشتر من دیدم چیزایی بوده که خب یا خودشون فیلم گرفتن، دقیقاً برای اینکه خب رسانه‌های جریان اصلی خیلی تاثیر گذارن تو افکار مردم. من حزب کمونیست کارگری هم تلویزیون داره، ولی خب قطعاً تلویزیون ما مخاطبش کمتر از ایران اینترنشنال و بی بی سیه. میدونید باز من دارم میگم، من این متدولوژی مورد نقدم کوتاه بکنم، دوستان دیگه هم اومدن، فعال سیاسی که چشش به بالاست. نه لطفاً باشین کارتون رو. امروز طرفدار پهلوی شده، من به این نقد دارم. در این حال یعنی که مسیح علی‌نژاد خاریه به چشم جمهوری اسلامی و صدای آزادی خواهی مردم شکی ندارم، اونجا ازش دفاع میکنم، ولی اینجا هم نقدش میکنم. مرسی. من تمام. شما اسمتون چی هست؟ شما گفتش اسمتون رو گذاشته بودین جمهوری بی خدایان، من مجبور شدم عوضش کنم که اینو بس بدم. من فکر کردم باید بیام تو استادیو. نه من مجیدم. مجید. اینجا چند تا لایو هم اومده بودم تو لایو. اولا یه چیزی بگم که این کمونیست ها پدر ما ایرانی ها رو در آورده، یعنی اصلا تو تاریخ اولش هم نگاه کنی تا الان همش ادعا. من خودم الان سوئدم، خیلی هم موافقم که مثلا حزب کمونیست باید باشه، اما نه تو قدرت. وقتی قدرت رو دستش میگیره دیگه میبینیم دیگه، الان تو دنیا چند تا کشور میتونیم مثال بزنیم، یکیش همین کوبا که الان چه وضعی پیدا کرد. هرگز اینا برای ایران کار مثبت نکرد. حالا الان میان ام مسیح که موفق، از همه گروه ها موفق تر، یک تنه وایستاده جلوی همه اینا. میدونی ایرادای بنی اسرائیلی گرفتن برای همه راحت، همه میتونیم بیان بگیم فلانی ما رو جمهوری اسلامیه، همینطور که خودت هم آرمین میگی. ادعا که فایده نداره. آقا
یه موقعی ایشون تو ایران بوده، خبرنگار بوده، یه کارهایی کرده یا نکرده. خب الان اومده بعد سالها این همه داره برای زحمت کشیده. میدونی این جنبش زنان از مسیح پا گرفته. حالا هر کی میخواد هر چی بیاد بگه. شما پس کجا بودین اون موقع؟ چرا صداهاتون هیچ جا نبود؟ ما بودیم، شما مسیح... نشنیدین دوست عزیز. ما... نه من نشنید، من کارم اینه داداش، یه دقیقه اجازه بده. آره با مسیح شروع نشد، ولی مسیح همه گیر بود، همه دیدن. من صبح تا شب کارم اینه که همین سایت ها و خبرها و... نه الان 32 ساله من سوئدم، ولی ایرانی زندگی میکنم. برای مهمه مسائل ایران، برای مهمه چه اتفاقی داره تو مملکت میفته. کمونیست خبری ازش نیست، مطمئن باش. شما اندرخم یک کوچه این، هیچ کی هم بهتون نگاه نمیکنه. بفهمن شما میخواییم به این حکومت رو بگیرین، صفر میچسبن به همین جمهوری اسلامی. اینو 100% مطمئن باش. این از این مسیح رو آوردی وسط، ازش ایراد گرفتی، گفتی فلان روز فلان موقع شعر برای خاتمی گفته نگفته. شما مال 20 سال 30 سال پیش الان میاری یارو رو، معلوم آدم رو به عوض شن. خیلی مثال معروفیه که میگم تو اگه جوونی کمونیست باشی مشکل عقلی داری، ولی اگه سنت از یه رنجی گذشت کمونیست بمونی مشکل عقلی داری. آقا آدم ها تکامل پیدا میکنن، آدم ها رشد پیدا میکنن. رشدشون هم اینه که از این یه بعدی نگری بیان بیرون. حالا شما هرچی میخواید. میلاد نیلوفر، من میوت کردم که بقیه اگه میخوان صحبت کنن. نه میلاد، من شنیدم صحبت های دوستمون، حرفی ندارم. نظرت شما برای خودتون و محترم. نیلوفر هستی؟ نیلوفر، من قصدم ناراحت کردن میلاد نیست. میلاد اگه ناراحت شدی ازت عذر میخوام، ولی خب ببینین طرز تفکر یه مقدار تفرقه اندازه و خب یکم بیایم نگاه کنیم دستاوردشون چیه. حالا جدای از این که تو گذشته هر کدومون چه اشتباهی کردیم و خب الان واقعا براش انقدر برای جمهوری اسلامی سنگین هست که میادی همچین هزینه ای میکنه. ببخشید من یه دقیقه، من الان داشتم ایران اینترنشنال رو گوش میدادم، مصاحبه تو رو خدا برین اینو ببینیم. اگه عشقتون در نیومد، انسان نباید آدم باشه وقتی مسیح رو میبینه اینجوری داره از ته دلش مشخص آدمی که داره رول بازی میکنه یا نمیکنه. ببینه اون تحت تاثیر قرار نگیره، واقعا انسان نباید باشه. بابا این داره تمام زندگیشو گذاشته برای این کار، فقط داره با خانواده های کشته شده های آبان و هواپیما و هر کسی ضربه خورده رو این داره میکشه. کدوم رسانه اومده در مورد اینا حرف زده؟ کدوم رسانه اومده در مورد خانواده های اینا صحبت کرده که این میره دونه دونه شونو میکشه بیره؟ بعد ما بیایم از این انتقاد کنیم، تو لایف چت بذاریم این با آخونداست، این نمیدونم مزدوره. به خدا اصلا میخوام جر بخورم وقتی این حرفا رو میشنوم. میگم چطور میتونی تو آخه انسان باشی اینو ببینی و اینجوری در مورد این زن واقعا محترم صحبت کنی؟ ببخشین اگه من یه موقع، من باید این احساساتمو همین جوری بیان میکردم، چون خودم الان همونیم که باید باشم دیگه. عذر میخوام اگه یه موقع به کسی توهین شد یا بهش برخورد، دیگه بقیهش با خودم. من یه توصیه میخوام بکنم هم به مجید هم به میلاد، که هم دیگر رو که به خاطر اینکه ببینید من خودم به شدت مخالف کمونیستی هستم، خودم مثلا تبلیغ سیستم سرمایه‌داری کاپیتالیستی رو میکنم، به شدت به سیستم سرمایه‌داری اعتقاد دارم، ولی همدیگر رو به خاطر اختلاف نظرامون کنار نذاریم، برای اینکه ما به همدیگه احتیاج داریم. خب هم میلاد به نظر من اگه یه نفر یک زمانی مثلا اصلاح طلب بود، حالا دیگه نیست دیگه، خب
نباید این گذشته یک نفر رو همینجوری بیام ازش استفاده بکنیم. ما به مسیح علی نژاد احتیاج داریم. مسیح علی نژاد بزرگترین اسلحه ما علیه جمهوری اسلامیه، خب بزرگترین. ولی کمونیست‌ها هم ببین، من با اینکه با کمونیستی مخالفم، نباید بالاخره اینا علیه جمهوری اسلامی با ما هستن خیلی‌هاشون. حالا کسایی که خودش... من که اینا اول گفتم که من که گفتم کمونیست بودن اصلا پارتی کمونیست باید وجود داشته باشه چون از حق کارگر و زن و نمیدونم اینا دفاع کنه، ولی وقتی اینا حکومت رو میگیرن دستشون اونجاست که مشکل پیدا میشه. خب ما حکومت رو دست ما چیزی رو که تبلیغ میکنیم حکومت رو دست هیچ کسی نمیخوایم بدیم، یعنی میخوایم چند حزبی و اینا، یعنی ما تبلیغ یه حکومت چند... یعنی نه تنها کمونیستا نباید حکومت رو دست بگیرن، هیچ حزبی نباید همه حکومت رو بگیره دستش. خب یعنی اینو ما برای همه میگیم، اما اونا اونجوری فکر نمیکنن. تو با بی باشین خب... با این کمونیستایی که الان مثل آقای جوادی و اینا که الان نه... ببین چه جوری فکر میکنن آخه. خب آره ببینید، فقط اونان که دارن کار میکنن، همه مجاهدین فکر... آره ولی مجاهدین هم همینجوری هر اتفاقی میفته میگه ما ایم که اونجا داریم انجام میدیم، ما ایم که داریم اونجا. مجاهدین فرق داره، مجاهدین یک فرقه است، همشون یه فکرن، یک ایدئولوژی دارن که همه با هم همدستن. خب یعنی یک ارتودکس، یه عقیده ارتودکسی دارن که اگه اونجوری فکر نکنی دیگه جز اونا نیستی. خب ولی کمونیستا زمین تا آسمون با هم فرق دارن، یعنی خیلی هاشون مثلا دیکتاتوری نمیخوان، بعضی هاشون میخوان دیکتاتوری بکنن، بعضی هاشون نمیخوان بکنن، بعضی هاشون به نظر من عقاید اقتصادیشون غلطه ولی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ آزادی بیانی در جهت درست هستن، بعضیشون نیستن. یعنی نمیتونیم یک دست درباره همه کمونیستا، تنها چیزی که درباره همه کمونیستا میتونیم یک دست صحبت بکنیم این اعتقادشون به یک سیستم اقتصادی غلطه، ولی به نظر من غلطه. ولی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ اینکه چند حزبی باشن یا نباشن، توی اون تنوع عقیده بینشون وجود داره. بفرمایید. 100% موافقم. منم نه اینکه به عنوان کمونیستای همه جهان یه جور فکر میکنم، میگم من تو سوئدم و با این روشی که شما میگی کاملا آشنام، اصلا اینجا اینجوری داره اداره میشه. اصلا شما ببین تنها تیم ملی که در دنیا دو نفر تیم، یعنی شورایی داره مثلا، الان نه ولی قبلا اینجوری بود، تنها تیم ملی دو تا سرمربی داشته، یعنی دو نفری با هم همکاری میکنه، یکی تاکتیکی یکی اصلا، فقط سوئده. یعنی اینا بلدن این کارا رو، ولی ما اصلا بابا شما که من بابام توده‌ای بوده، اصلا ما از بچگی اینجوری بزرگ شدیم، ما از بچگی آتئیست بودیم، باور کن، چون بابامون اینجوری بوده. ولی الان من بهش ایراد میگیرم، میگم شما فقط یه بودی نگاه میکردین، شما نمیدیدین تو اون مملکت داره چه اتفاقاتی میفته، رشدا رو نمیدیدین، فقط هی پکا میکردین، به قول معروف انگشت رو میذاشتین جای چیزای ضعف که فقط حکومت رو دست بگیر. بعدم که دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، اون حزب کمونیست آنچنانی چه خائنایی در اومدن از توشو، اینا هم که بند خدا کاری نبودن، جز اعضا بودن. منظورم اینه که فرق میکنه، وقتی تو ایران میری میبینی کمونیسته یه جوری دیگه است، ولی اینجا میای فرق میکنه. موضوع مشکل من اینه که وقتی یک کسی با حرفش مشکل داریم، بیان بگیم چرا اون حرفش اشتباهه، نه اینکه بیان بگیم guilt by association. یعنی ما مثلا فکر کنیم مثلا من بالاخره با حرف میلاد اختلاف نظر دارم، ولی میام میگم چرا اختلاف نظر دارم، نمیام بگم تو خودت کمونیستی و کمونیستا اینو اونو اون. خب یعنی خب میام میگم من از مسیح علی نژاد میخوام دفاع کنم، میام مثلا با حرف میلاد ممکن اختلاف نظر داشته باشم، میام میگم که خب چرا حرف مثلا میلاد ممکن غلط باشه، ولی نمیام این که به گروهی که بهش عضو هست و اینو بکنم استفاده علیه. ایشون اومدن هی گفتن که فقط مسیح نبوده و ما بودیم، ما اول شروع کردیم و چپای ایران فلان بودن، چپای ایران. من بابا میگم تو خانواده چپ بزرگم، خواهرام چپ بودن، همه فدایی بودن، اول انقلاب همه اینا فدایی بودن، تمام کتابای دوستاشون تو خونه ما قایم شده بود. منظورم آشنا شما مهمون ما باید بشین یه روزی، چون اگه تمامه خاطراتتون رو باید به ما بگین، میاین مهمون ما بشین. بسیار زیاده، باور کن من 11 سالم بود بسیار فعال بودم، من خونمون بغل
دانشگاه علم و صنعت بود، ریزه میزن بودم علای نرده ها میتونستم برم بیام، دانشجوها به من این پوسترها و کتابا رو میدادن بودم مجید اینا رو میتونی ببری به فلانی بده. من کلی خاطره دارم در این مورد، باور کن چرت و پرت نمیگم، آدم لاف و علکی افسن هم نیستم، یعنی میگم یعنی باور کن من تو با اینا بودم، من با دوستای بابا همه توده ای فلان اینا. آره ببین، ولی مشکل من اینه که وقتی ما از کلمه‌ای مثل اینا استفاده میکنیم، ما داریم یک طوری hasty generalization میکنیم، میدونیم ازوریم چه؟ یعنی مثلا فرض کنیم که مثلا ما باید خیلی مراقب باشیم از این روش اصطلاح، برای اینکه خیلی دیندارا مثلا میان مثلا میگن که ما بی خدایان، ما این آدما رو دیدیم، بعد منظورشون ما بی خدایان هستیم، ولی دارن درباره همون استالین و ماو اینا حرف میزنن، میدونیم ازوریم چه؟ یعنی ما اگه یه سری گروه های یه کاری کردن که مثلا بد بوده، نمیتونیم هر کسی که با اینا در یک موضوع دیگه هم فکر بوده رو با اینا تو یه گروه بندازیم بگیم اینا، میگیم مثلا توده یا با خیلی کمونیست های دیگه با چپی های دیگه خب فرق دارن، همش که مثلا هم نیستن. ما اگه مثلا ولی اکثریتشون رو من میگم، ببخشید من میپرم تو حرف، اکثریتشون توده یا یه قسمت، اکثریتی ها تمام اینا آدمایی بودن به جون بچه‌م میگم، من علکی حرف نمیزنم، تمام کسایی که فروختن و اینا میشناختن و اومدن سر محله ها دونه دونه آدم ها رو اینا میفروختن به جمهوری اسلامی اول انقلاب، همین رفیقای خودشونو که اقلیتی بودن. ولی شما مثلا فکر میکنی میلادی همچی کاری میکنه؟ نه معلوم که نمیکنه، میلاد از اون نسل نیست، میلاد آره میدونم، ولی وقتی ما ولی یادش اینا... نمیاد، من هلس میخورم آخه، هی چپ چپ میکنن. الان یه خانومی از برلین هی میاد تو اینترنشنال میشینه، اینا فقط چیز خودشونو میبینن، هرس میخوری که فقط چرا خودتون، چون فکر میکنی همه کاره کارگرا میان بیرون، ما کردیم، ما ایم که کارگر رو ما اینجوری کردیم. من فکر میکنم درباره چپیا کلگویی نباید کرد، درباره راستیا نباید کلی کرد گلگویی کرد، درباره چپیا نباید کلگویی کرد، درباره مسلمان ها مسیحیان بی خدایان کلیگویی نباید کرد. ما یه تجربه با یک سری گروه مثلا بی خدا، کمونیست، چپ، راست، مسلمان، مسیحی داریم، نباید بیان بگیم که اینا اینجوری هستن، برای اینکه به نظر من یه نتیجه گیری غلط از جزء داریم میریم به کل، به طور خیلی که به طوری که مثلا آمارمون خیلی رندومایز نیست، خیلی میدونیم از همشه این هم چه کاری. آره میدونم منظور چیه، ولی وقتی شما بزرگترین پایگاه کمونیستی ایران که قدمتش از زمان رضا شاه میاد بعد اونجوری در میاد، خب من به چی بگم؟ بگم اینا دیگه اینا بودن دیگه، یا لنینیستا یا مثلا ماویستا. خب اینا بی خدا هم بودن، حالا یک کسی میتونه از اینا استفاده کنه که در برای شما من بی خدا بودن، که چون بی خدا بودن که دلیل نمیشه که آخه ما همه خب بی خدا شما خودت خب منم دارم همینو میگم، میگم چون این دلیل نمیشه، میگم شما این روش استدلال شما رو یک کسی میتونه علیه ما هم اینجوری استفاده کنه، یکی کسی میگه مسلمان میتونه بیا بگه خب این اینا بی خدایان اینجوری هن دیگه، من اینا همشون اینجوری نه هن. ولی اینایی که الان میان و مصاحبه میکنن و نسبتاً گروه های بزرگی هن، یا احزاب میشه حالا یه جورایی بهشون گفت، میان مصاحبه میکنن، میبینی هنوز همون افکار قدیم رو دارن با خودشون میکشن و من اونا رو دارم میگم، نه آدم های تک تکی که مثلا گرایش چپ دارم. خب دارم تو سوئدم، من خودم هم یه مقداری یه چیزایی هم چپی هم، ولی کمونیست اصلا نمیتونم، اصلا اینا رو نمیتونم قبول کنم. اینا نیلوفر ایران ما داریم صحبت. نیلوفر نظر سوال. راستش نه، من در مورد یعنی صحبت شما زیاد نظری ندارم، فقط من از میلاد عذر میخوام، فقط اگه ناراحتش کردم. راستش من فقط متوجه شدم که یک کوچولو داره توی لفافه در مورد حالا دستاوردهای مسیح کم لطفی میکنه و خب یه مقداری نقدشون بیشتر زدن کارایی بود که تا الان کرده، و خب اینکه حالا ایشون در مورد تلویزیونشون و کارایی که تا الان کردن و تمام فعالیتشون گفتن و خب من متاسفانه بی خبرم، خب اینا همش در یه راه باشه بر مبنای یه مقصد و هدف باشه، خب خیلی خوبه. این چرا ما باید وقتی که هممون توی گروه هستیم، توی کشتی هستیم، چرا همدیگر رو بزنیم؟ چرا پشت هم نباشیم؟